همچنان در پاریس بمونیم. همکار دیگرم بردیا افشین با ما همراهی میکنه از میدان باستیل تا در باره تجمعاتی که امروز شکل گرفته که قبلا ما بخشی از اون رو به صورت زنده پخش کردیم، تجمعات محیط زیستی بود. بردیا برای ما بیشتر بگو از اونچه که اتفاق میفته اطرافت. اون مشخصه که دغدغه مشترک شهروندان فرانسوی مسئله معیشتیه، چه اونهایی که فردا رأی میدن، چه اونهایی که مرددن به کی رأی بدن، چه اونهایی که مرددن اصلا رأی بدن و چه اونهایی که رأی تحریم خواهند کرد انتخابات رو از سوی راست و چپ. با این حال این کسانی که اینجا جمع شدند مسائل دیگه رو مطرح میکنند که شاید در درجه دوم اهمیت به نظر برسه. یکی از اونها همونطوری که خودت اشاره کردی مسائل محیط زیستی، اینها صحبت از عدالت اجتماعی میکنند، عدالت اقلیمی میکنند و گروه های مختلفی هستند که اینجا گرد اومدن. مشخص نیست که به کدوم نامزد از بین 12 نامزد رای خواهند داد، ولی اونها تنها نیستند، در بیش از 80 نقطه مختلف فرانسه این تجمعات برگزار میشه. کارزارهای نامزدهای انتخاباتی دیشب به پایان رسیده، حالا شهروندان فرصت دارن که صدای خودشون رو به گوش نامزدها برسونن. به نظر میسه اون چیزی که اینها میخوان در واقع و در وعده های نامزدهای طیف چپ میشه جستجو کرد، عملی شدن خواسته های اونها رو. 7 نامزد از طیف چپ وجود دارند و نامزدهای طیف چپ هم که به نظر میرسه که به خصوص به مسائل محیط زیستی هم اشاراتی داشتند. آقای ژادو از حزب سبز، او در برنامه های خودش بسیاری از خواسته های اقلیمی رو گنجونده، اما باید تاکید کرد که الان خواسته های اقلیمی به خصوص در بخش انرژی به نظر میرسه که هم میتونه با معیشت، هم جایگاه فرانسه در سطح بین الملل گره خورده باشه. بنابراین به نظر میرسه که این خواسته که اینها مطرح میکنند، همونجوری که گفتم، شاید بعد از معیشت در درجه دوم اهمیت قرار داشته باشه، اما خواسته بسیار مهمه که بعضی از نامزدها طی کارزار انتخاباتیشون به اون پاسخ داده بودن. بسیاری انتخابات فرانسه رو ما امروز و فردا با جزئیات بیشتری همراه با بردیا تو و سایر همکارانمون و کارشناسانی حتما بررسی خواهیم کرد. ممنون از تو.